اوسنامه به تصحیح غلام حسین یوسفی باب دهم در خیشتنداری و ترتیب خردن و آیین آن. بدان ای پسر که مردمان عامه را در شغلهای خیش ترتیب و اوقات پدید نیست، به وقت و ناوقت به ننگرند و بزرگان و خردمندان هر کاری را از آن خیش وقتی پدید کردند. 24 ساعت شبان روزی بر کارهای خیش ببخشیدند، میان هر کاری تا هر کاری را فرقی و وقتی نهادند و حدی و اندازه‌ای پدید کردند تا کارهای ایشان به یکدیگر اندر نیامیزد و خدمتگاران ایشان را نیز. معلوم بود که به هر وقتی به چه کار مشغول باید بودند تا شغلهای ایشان همه بر نظام باشد. اما اول به حدیث طعام خوردن. بدان که عادت مردمان بازاری چنان رفته است که بیشتر طعام به شب خرند و آن سخت زیانکار است. دائم با تو خمه باشند و مردمان سپاهی پیشه را عادت چنان است که وقت و ناوقت ننگرند، هر وقت که یابند بخورند و بدان مشغول باشند. و این عادت ستوران باشد که هر گه که علف یابند همی خرند. و مردمان خاص و محتشمان به شبان روزی اندر یک بار نان خورند. ببخشید، اون دائم با تخمه باشند یا با یه چیز دیگه باشند؟ یک کلمه به نام تخمه معنی ناگوار میاد صدا؟ بله بله. آره، نوشته تخمه به معنی ناگوار و غذای بدهضم و اینا. آره، همیشه سر دلشون سنگین، سر معدهشون سوز می‌زنه. آره، سامان یه چیزی میخواد بگه. آم بگو. شمالی‌ها حالا مطمئن نیستم که مازندرانی ها میگن یا نه، ولی اینو به معنای سوء هاضمه هنوز یه عده‌ای میگن در ایران. تخمه. تخمه تلفظ میشه. آره. اوکی. بله بله. اولین بار پیش جالب بود. و این اندر طریق خیشتنداری نیکوست، ولیکن تن ضعیف گردد و مرد بی قوت بود. پس چنان ثوابتر که مردم محتشم بامداد به خلوت مسکنه بکند و آنگاه بیرون آید و به کد خدایی خیش مشغول شود تا نماز پیشین بکند، آنقدر که تو را بود نیز رسیده باشد. و آن کسانی که با تو نان خورند حاضر فرمایی کردند تا با تو نان خورند، اما نان به شتاب مخور و آهسته باش و بر سر نان با مردمان حدیث همی کن، چنان که در شرط اسلام است، ولیکن سر در پیش افگنده دار و در لقمه مردمان منگر. حکایت. شنودم که وقتی صاحب عباد نان همی خورد با ندیمان و کسان خیش، مردی لقمه از کاسه برداشت، مویی در لقمه او بود، مرد همی ندید. صاحب او را گفت ای فلان، موی از لقمه بردار. مرد لقمه از دست فرو نهاد و برخاست و برفت. صاحب فرمود که باز آدیدش. پرسید که ای فلان، چرا نان نیم خورده از خان ما برخاستی؟ این مرد گفت مرا نان آن کس نباید خورد که تای موی در لقمه من بیند. صاحب سخت خجل شد از آن حدیث. اما تو به خیشتن مشغول باش، تو خوست بر بوارد خردن درنگ همه کن، آنگه بعد از آن کاسه فرمای نهادن. و رسم محتشمان دو گونه است، بعضی نخست کاسه خیش فرمایند نهادند آن وقت از آن قوم، و بعضی نخست آن قوم فرمایند نهادند آنگه آن خیش. و این نیکوتر که این طریق کرم است و آن طریق سیاست. اما بفرمایند تا چون کاسه آرند، از لونی به لونی روزگار برند که همه شکمها یکسان نباشد. چنان کن که چون از خان برخیزی، کمخار و بسیارخار هر دو سیر باشند. و اگر پیش تو خردنی بود که پیش دیگران نبود، دیگران را از آن نصیبی همی کن. سر نانبر ترش روی مباش و بر خانسالار در خیره جنگ مکن،
که فلان خوردنی نیک است یا فلان خوردنی بد است و این سخن خود به بابی دیگر گفته آید و چون ترتیب نان خوردن بدانستی ترتیب شراب خوردن بدان که آن را نیز هم نهادی و رسمی است. بسیاری بفهمید؟ تصورمه این که میگه که اما بفرمایند تا چون کاسه آرند از لونی به لونی روزگار برند. بین فواصل این بشقابای مختلفی که میاری فاصله بنداز که اونی که کم خوره و اونی که زیاد خوره هر دو خورده باشن. روزگار بردن به معنای کش دادنش. آها آفر درسته الان مثلا مشخص شد.